به تماما اشتراک کنندگان گروه آموزش تجوید القرآن و قاعده، اولا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به امید صحتمندی همه شما، امید همه تان جور و صحتمند باشین. دوستای عزیز، امروز درس ما به دومین درس مفردات رسیده. دیروز از حرف الف الا حرف شین خواندیم، امروز درس ما از حرف صاد ادا می شود. و پیش از اینکه درس نو را شروع کنیم، اولا مرون میکنیم به درس قبلی. امید که همه ایتان درس قبلی را تکرار کرده باشین، نطق کرده باشین. دوستای عزیز، وقتی که ما در ویدیو حرف را تلفظ میکنم، شما کوشش کنین پشت ما امو حرف را به چندین بار تلفظ کنین تا او حرف را به طریقه درست و تجویدی یاد بگیرین به مرقمی که ما میگم. دیگه یک مرور میکنیم بالای درس گذشته، بعدا به درس نو میریم به خاطر کسایی که در گروپ نو اشتراک کردن. الف الف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء سين شين. صاد از حروف است که پر خوانده می شود، درشت و پر حجم خوانده می شود، یعنی قسمی که امی خالیگاه دهان پر شود و بیخ زبان با کام بچسبد. صاد 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 بسیار حرف سخت است. صاد و داد بسیار از حروف سخت هستند، کوشش کنین در اید در تلفظشان بسیار کوشش کنین. صاد داد از حروف درشت و پر حجم است که پر باید خوانده شود و مفخم باید خوانده شود. یعنی هرگاه بغر زبان یعنی حافه لسان با پنج دندانهای ادراس برخورد کنند، دندانهای ادراس همون دندانهایی هستند که با او خوردن میکنیم، یعنی همون دندانهایی که دبل هستند با همون دندانها برخورد کنند، از جه حرف داد ادا میشود. داد داد داد. تا همچنان از حروف پرحجم خوانده میشود که نوک زبان با بیخ دندانهای ثنایه علیا میخورد، از اینجا حرف طا ادا می شود. طا طا طا. ظا همچنان مثل ذال و ثا ادا می شود، ولی فرق اینجا ای است که ای حرف پر خوانده می شود در نوک زبان و نوک دندانهای ثنایه علیا. ظا ظا ظا. عین عین بسیار کوشش کنید از وسط حلق بخوانید. عین عین. غاین از حروف پرحجم خوانده می شود که از اول حلقه ادا می شود. غاین غاین. ف قوف قوف. قاف هم از حروف پر است، بسیار کوشش کنید که ای را پر بخوانید. قوف قوف. دوستای عزیز، درس ما به امروز به همینجا کفایت می کنند، به خاطر گفتم که این حروف از حروف هستند که تهداب قرآن عظیم الشان هستند، پس این حروف باید به طریقه درست نطق شود تا که این حروف را به طریقه شان یاد نگرفتین به میرقمی که ما میخوانم به تجویدی به درس دوم انتقال نکنین. کوشش کنین امی درس را خوب تکرار کنین، همراه ما در امی ویدیو تکرار کنین و یاد بگیرین انشاءالله.